بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم دوستان عزیز، به چینل یوتیوب اسلام تاک افغانستان خوش آمدین. با امید صحتمندی و سلامتی همیشگی شما، در نخست یک ویدیو از دختر خانم مالیزیایی را به شما به نشر می رسانیم که سر و صورتش و حتی چشمهایش را تتو کرده بود و توسط یک دعوتگر اندونزیایی که همیشه اشخاصی که اعمال بد انجام میدهند و یا همیشه غرق مستی و عیاشی میباشند دعوت میکنند و پیام اسلام را به آنها میرساند. این بار با کمک پولی به این دختر که در حالت غربت قرار داشت و روی جاده مانده بود، او را به دین اسلام معرفی کرد و بالاخره این دختر از حالت نیمه برهنه به حجاب اسلامی رسید. اما قبل از این، اگر تا حالا چینل را سابسکرایب نکردین، لطفا سابسکرایب کنین و دکمه زنگوله را فشار دهید تا از ویدیوهای بعدی ما آگاه شوید. عصر بخیر آقا، نام من نوی است. سوال من قسمی است که من 33 پیامی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به خانم ها گفته او را خواندم و در روژه نوشته شده بود که خانمی باشید که به خاطر دینداری شما شما را به ازدواج بگیرند و همچنان گفته خانم ها به خاطر 4 چیز به ازدواج انتخاب میشن: به خاطر پول و ثروت، به خاطر اصل و نسب، به خاطر زیبایی و به خاطر دینداری. و به آقایان هم گفته شده که اگر شما به خاطر دینداریش با کسی ازدواج کنین، هیچ با پشیمان نخواهید شد. پس سوال من ای است که آیا یک کسی که تازه مسلمان شده، او هم به خاطر دینداریش به ازدواج گرفته میشه؟ چرا که یک کسی که تازه مسلمان میشه، او علم و داناییش در مورد دین فقط صفر است. از صفر شروع میکنم و با یک زنی که با تقوا و پرهیزگار است بسیار تفاوت دارم. آیا او تازه مسلمان شده؟ بله، او تازه مسلمان شده. آیا شما میخواین که حال مسلمان شوین؟ ما میخواییم که حال مسلمان شوم. اوه، اونا میخواین که حال مسلمان شوم. یعنی تا حال مسلمان نیستن؟ اوه، بسیار خوب، تا حال مسلمان نشدن و این سوال کردن. اینا سوال کردند که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح فرمودند که یک مرد وقت میخواهد با یک خانم ازدواج کنه، باید 4 چیز مد نظر بگیرد تا با او ازدواج کنه: اول زیبایی، دوم دارایی، سوم قدرت و توانایی، و چهارم ارزش و دینداری. و اگر یک خواهر ما آل مسلمان شود، چرا مردم با ای ازدواج کنند؟ همین قسم سوال شدنه؟ درست گفتم؟ با واقعیت که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که کسی که میخواه ازدواج کنه باید دنبال زیبایی باشه، دارایی باشه، دنبال توانایی و قدرت باشه. این 3 چیز اونقدر مشکلی نداره، اونقدر مهم نیست که به این چیزا آدم توجه داشته باشه. اما بهترین چیزی که است
او ارزش و دینداری است. پس شما یک قسم سوال میکنین که اگر شما تازه مسلمان شوین، چرا یک شخص مسلمان امرای شما عروسی کنند؟ به خاطر که شما هنوز علم و دانایی دین ندارید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مورد علم چیزی نگفتند، در مورد دینداری گفتند. یک شخصی که دین اسلام قبول میکنه، او ایمان بسیار قوی می داشته باشد. دلیلی که او شخص مسلمان میشه ای است که او به الله، به رسول الله، به قرآن، به حدیث ایمان میاره و قبول میکنه. به نظر من شخصی که مسلمان میشه و دین اسلام قبول میکنه فقط به خاطر ایمان، نه به خاطر چیز دیگه. این شخص به طور اوسط نظر به شخصی که در یک فامیل مسلمان به دنیا آمده، ایمانش قوی تر است و بالخصوص در اندونزیا. در اینجا میبینیم که اکثر مردم در فامیل مسلمان تولد شده اما از قرآن پیروی نمیکنند. اونا فقط به نام مسلمان هستند. پس من تو یک احساس دارم که فقط شما به خاطر زیبایی اسلام قبول میکنین، ارزش و دینداری شما نسبت به یک شخص مسلمان که به طور اوسط مسلمان باشه، نسبت به اون شخص ایمان شما قوی تر است. و اگر شما اسلام قبول کنین و به دین اسلام مشرف شوین و زیادتر در این مورد معلومات پیدا کنین و بخوانین و عمل کنین، ارزش و دینداری شما بیشتر شده میره. وقتی که شما اسلام قبول میکنین و کوشش میکنین که نماز بخوانین و روزه بگیرین، این اعمال شما انجام میتین، ارزش شما بلند میره. انشاءالله روز خواهد شد که جمع از مردا صف کشیده باشه و در آرزوی ازی باشه که با تو ازدواج کنن و ای به ایمان تو رب داره خواهر. هر قدر که بیشتر عمل کنین، بیشتر با ارزشتر میشین و با ایمانتر میشین و امان قدر مردم شما را دوست خواهد داشت. خواهر، امید که سوال شما را جواب داده باشم. بله جواب دادی. خواهر، حالا میخواین که اسلام را قبول کنین؟ بله. آیا به ای ایمان دارین که یک خدا وجود داره؟ بله. آیا به ای ایمان دارین که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر خدا است؟ بله. آیا کسی بالای شما فشار میاره که دین اسلام قبول کنین؟ نه خیر. آیا شما به خواست خودی کار میکنین؟ آیا شما به خواست خودی کار میکنین؟ بله یقینا. انشاءالله ما به زبان عربی میگم و شما امرای من تکرار کنین. بله. اشهدو الله اله الا الله These are tears of joy. They are the tears of a moment. Ashhadu. Ashhadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Borusulu. ما شهادت می دهم. هیچ معبود نیست بجز الله و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر و بنده الله است. ماشاءالله شما مسلمان شدین. ما به الله دعا میکنم که دانش شما را اضافه کنه و شما را هدایت بده که تا به دین خود به طور درستر عمل کنین و انشاءالله الله سبحانه تعالی از طریق تو دیگران را به دین اسلام مشرف بسازد. ماشاءالله خواهر، خداوند شما را اجر خیر نصیب کنه و انشاءالله که جنت نصیب شما بگرداند.